من تغییر رحمانی هستم، متولد از 1300 هجری شمسی در قزوین. از 15 سالگی وارد سیاست شدم، 14 سال زندان کشیدم در دوره های متفاوت. الان 7 سال در پاریس زندگی میکنم همراه با بچه هام. انقلاب ایران که شد، زندگی من پرنوسانتر شد و با فراز نشیب های بیشتر و همچنین تجربه که امروز تو پاریسم، 7 سال تو پاریسم و با بچه ها زندگی میکنم. و بچه هایی که به قول کیانا یه وقتی مامان هست بابا نیست، وقتی بابا هست مامان نیست. این فراز نشیب تجربیات زیادی برای شخص خود من داشته، چیزایی که خیلی متنوع و خیلی به اصطلاح گاهی جذاب، گاهی سخت، گاهی دردآور و گاهی هم غمناک بوده. شما یه فرد انقلابی بودین، قبل انقلاب ایران هم مبارزه میکردین، حالا نوجوان بودین، دستگیرم شدین. آیا فکر میکردین جایی برسین مثلا 40 سال بعد توی پاریس به عنوان پدر تنها، دوتا فرزندتون بدون مادرشون بخواین بزرگ کنید، همسرتون در زندان باشن؟ فکر نمیکردم واقعا اوایل، ولی خب خیلی زود من با مدیریت حاکم بر انقلاب زاویه پیدا کردم. یعنی در حقیقه هم اسفند 57 ظلم های تو شهرستان قزوین شد که من هم اینه با در شأن انقلاب نمیدیدم و اونجا زاویه پیدا کردم و خیلی خوزودم. تو هم اوایل بازداشت شدم، حتی مدت چند روز تا سال 60 که به بازداشت 3 ساله منجر شد، زندان 3 ساله. ولی خب ابتدا به ساکن کسی فکر نمیکرد، من که فکر نمیکردم، چون سنی نداشتم. من 19 سالم بود انقلاب شد، به وقتی من سرباز انقلاب بودم، 15 سالگی وارد شده بودم و انقلاب شد، من 19 سالم بود و من همچین فکری نمیکردم به این جا برسم. مثلا من این تجربه دستگیری آخرم بگم که اومدم دستگیر کنم ببرن، اینا ریشه بودن خانه ما رو دار همجوریشون میگردن. علی احساس کرد که من خیلی ضعیفم اونجا، واقعیت اومد گفت ما یه عمو عباس داریم تو قزوین، این دوست منه تو قزوین، فامیل ما ماست، اگه اینجا بود نمیذاشتیم اونجوری خانه ما رو خراب کنیم. موقع علی 3 سال خورده بیشتر نداشت، یعنی رفتار اینا برای علی خیلی دردآور بود. ولی خب علی خب این نظرم داره، یعنی برای علی احساس می‌کنه چند نفر اومدن دارن خانه رو شخ میزنن و من ازم کاری بر نمیاد. حالا یه روز خواهد فهمید که خب اون ساختار نیروی امنیتیه، شما نمی‌دونی اونجا با اونا درگیر بشی که. البته من درگیر می‌شدم، داد و بیداد می‌کردیم، ولی اونا کار خودشون نمی‌کردن، چون 10 نفر ریخته شده بودن توی اتاق. خب نرگس هم حالت مریض بود و حالش با هم خورد و علی از این مثلا به ذهنیتی داشت. خب اینا اردو این ذهنیت دارن که یه زندگی ناامن، یعنی وقتی شما نباشی استرس دارن که دوباره شما بر نمیگردی، کجا میری؟ یعنی هنوزم اینجا میدارن. خب این چیزیه که بخاطر این زندگی اومده، ولی خب عواقب این زندگیه دیگه. 7 ساله که ما 7 سال من نرگس ندیدم، از ایران خارج شدم. و قبلش هم ما وقتی من ازدواج کردیم، به من که ازدواج کردیم سال بعدش من دستگیر شدم. خب دوباره چند ماه اومدیم بیرون، دوباره 2 سال من دستگیر شدم. خب یعنی 84 آزاد شدم، از 84 که تا دوباره تا 88 شد، دوباره بازم همه ماجراها شروع شد و این تا به امروز. یعنی زمانی هم که ما با هم زندگی مشترک داشتیم با بچه‌ها و بدون بچه‌ها، زمان بسیار کوتاهی بوده. من یه وقت داستانی می‌خوندم، می‌گفتن یه کادر به حزب بولشویک بودن که اینا 20 سال زن و شوهر بودن ولی هیچ وقت با هم نبودن، همیشه زندان بودن. به نوعی حالت اینا زیادن توی جهان، اینا زیادن، زیاد زیاد نیستن ولی وجود دارن. خب مال ما الان به نوعی اینطوریه. شما 7 سال من 7 سال نرگس ندیدم، 7 سال و الان 3 ساله که اصلا صداشون نمیشنن، چون از مرتضی رفته زندان. قبل از اونم یه بار چند بار بازداشت شد. بعد برای تماس گرفتن الان به من میگن که اون نمیتواند با بچه‌ها وقتی زنگ میزنه که تو 2 هفته سن قد شده میدونه صحبت کنه، با ما نمیدونه صحبت کنه. میگن اون متهم فراریه، تو محکومی، نباید با هم صحبت کنی. و اون خودش خیلی چیزا. زندگی سیاسی، زندگی واقعی مثل فیلم‌های هندی نیست، اولش خوب باشه، وسطش خراب باشه، بعد آخرش خوب باشه، این معلومه چی میشه. این زندگی پرتلاطمیه و با مشکلات همراه خودش. من که صبح بلند میشم به فکر دستگیری زنم و ازش چی خواهد شد، شرایط ایران، شرایط اجتماعی، شرایط خودم و بچه ها هست و یک زندگی خلاصه، یک زندگی که ثبات زیادی نداره. اگر انقلابم نمیشد بابا من زندان بازم میرفتم، بازم باید شایدم تبعیدم میشدم، باید تو زندانم. چون وقتی انتخابم کردی، چون قبل از انقلابم مخالفین رو میگرفتن زندان مینداختن و تحت فشار قرار میدادن. این واقعیت زندگی ما شده.